الرحمن الرحیم، استادان بزرگوار، شاگردان عزیز، دوستان ارجمند، خوشحال هستیم که با در خدمتتون قرار داریم از طریق پروگرام تلکاست یا آموزش از راه دور. با امیدی که درسها برای شما عزیزان مفید تمام شود، میریم به طرف درس از ریاضی صنف 12 که عمود تمرینات فصل 3 بود. دوست عزیز، تمرینات فصل 3، تمرینات فصل 3 صفحه 131. خب دوستان عزیز، در روز پیش ما شما تو یک قسمت سوال ها را کار کردیم. تنها یک سوالی که برای یک شاگرد عزیز ما پیدا شده بود، سوال سوم بود که نقطه بحرانی یک تابی بود وای و سوی با x جمع 1 بر x مربع جمع 2x خب این همی نقطه بحرانیش. نقطه چیز دوستان عزیز؟ نقاط بحرانی اما اعظمی و اصغری بود. فکرتان از دوستان عزیز؟ خب ما روز پیش اینطوری اگه دعا کردیم که توابعی که کسری بود، اگه یادتون باشه من گفتم که نقاط اعظمی و اصغری ندارم، منظور من از توابع کسری توابع هوموگرافیک بود. توابع چی؟ هوموگرافیک، یعنی x درجه 1 است، اون نقاط اعظمی و اصغری نداره. خب یک شاگرد عزیز ما باز از کتاب یک سوال کشیدن که او توابع هوموگرافیک نبود، او توابع درجه 2 بود، مثل این توابع وره که گفتن که دارای نقطه اعظمی و اصغری هست. خب او هست، چرا این نیست؟ جواب اول چطور انتخاب کردین که ندارد؟ ما گفتم که شرایط از او فرق میکنه، که شرایط از این به این معنی که مشتق اولش میگیریم. اگر صفر شد اون نقاط اعظمی و اصغری داره، اگر صفر شدن نتونست باز نقطه اعظمی و اصغری نداره. انشاءالا مطلب رو فهمیدید. اینا لیه دوست عزیز، اگر ما یک مشتق بگیریم، این خب به شکل وای مثبی یوی برفیست، درست هسته؟ یو چی هست دوست عزیز؟ اکس جمع 1. یو زبر چی میشه؟ تنها میشه 1. وی اکس مربع جمع 2x. وی زبر چی میشه؟ وی زبر میشه 2x جمع 2. خب فرمول چی داریم برای مشتق قاصد تقسیم؟ وای زبر مثبیست یو زبر وی منفی وی زبر یو بر وی مربع. صحیح؟ این حال وای زبر مساوی بود با یو زبر وی، یک ضرب وی، وی چند است؟ اکس مربع جمع دو اکس، متوجه سی؟ منفی وی زبر، وی زبر چیست دوست عزیز؟ دو اکس جمع دو ضرب یو، یو چند است؟ اکس جمع یک بر اکس مربع جمع دو اکس کن مربع. خب اینا رو وای زبر مسئله صورت ساده می سازیم. این دیگه ضرب یک شد، خودش اکس مربع جمع دو اکس میشه. این دو قوس رو ضرب کنیم و علامه منفی رو سرش تاثیر بردیم، خب میشه که دو اکس مربع، متوجه هستیم؟ باز منفی دو اکس، منفی 2x مثبت 2x، اینجا مثبت 2x است یا منفی میشه، درست؟ اینی منفی رو تاثیرش پرده، منفی 2x باز منفی 2x، درست؟ 2x مربع 2x و باز منفی 2 در پایین x مربع جمع 2x کل مربع. خب این مثبت 2x امره این منفی 2x میشه، خلاص x مربع هم رایز x ساده بسازیم y زبر مسئله میشه منفی x مربع، درست؟ این تا که تصویه شد منفی 2x منفی 2، منفی 2x منفی 2 در پایین x مربع جمع 2x کل مربع. اینجا دوستای عزیز، اگر ما مشتق مساوی به صفر قرار بدیم، مساوی به صفر، خصورت مساوی به صفر میشنیم منفی x مربع
منفی دو اکس منفی دو مسایی بشه بر صفر. این اینکه که دلتای تیره تشکیل بتید مسایی بر صفر نمشن. اون از اون خاطر میگم نقطه اعظمی و اصغری نداره. سه کنید دلتایش تشکیل بتید بی مربع دو که مربع شما میشه چار. خب میتونیم اطراف و ضرب منفی یک کنیم کلش مثبت بسازیم این کاسال شود. دو مربع چار منفی چی میشه دوستان عزیز؟ دو اکس مربع است منفی دو اکس دو چار. ببینید که در اینجا دیگه چیزی باقی نمانده. دو اکس امروی دو اکس خلاص اکس مربع منفی اکس مربع منفی دو اکس و منفی دو یکیش فکر میکنم اینی جانه این دو اکس مثبت تدازی منفی خلاص این دو اکس مربع مورزی منفی اکس مربع. خب اینان دلتای زیره که تشکیل بتیم وای زبره که مسئله به صفر بگیریم x مربع مثبت 2x مثبت 2 مسئله میشه به صفر. دلتایش که تشکیل بتیم 2 مربع 4 منفی 4 ضرب 2 8 دلتا منفی 4 میشه. منفی 4 که شد کوچکتر از صفر میشه. دیدیم که مشتق صفر شده نتانست. وقتی که صفر شده نتانست باز ما چی میگه؟ میگه نقطه بحرانی ندارد. اگر باز مشتق مساوی به صفر شد باز جواباش رو پیدا میکنیم دوای میگذاریم که نقطه باز یا اعظمی میشه یا اصغری یا هر دویش هر چیزی کشد. انشالله یک مشکل بود که روز پیش به میان آمده بود آن حسابش رو فهمیده که اگر تابع کسری بود منتها درجه یک یعنی هوموگرافیک او رو خب با قاطعیت بگوییم که هیچ نقطه اعظمی و اصغری نداره. اگه دیدیم که درجه یک نبود درجه دو بود مشتقش بگیرین اگر صورتش مساوی به صفر این مشتق که گرفتین اگر مشتقتان صفر شده تانست نقطه اعظمی و اصغری داره تعدادش آدم تعیین میکنه. اگر دیدیم که مشتقش صفر شده نتانستین کوچکتر از صفر برامد باز ادعا کنیم که تابع نقطه بحرانی نداره. انشاءالله این مشکل حل. بریم بخیر و طرف درس دیگه. نوبت میرسه در سوال چندم دوستای عزیز. سوال هایی که دیروز کار کردیم سوالات را که حل کنیم میل منحنی بود. یک تابع داریم وای مساوی است و اکس مربع منفی اکس برای ما میگه که میل منحنی را از همین منحنی را میلش را در نقطه پی سه و صفر پیدا کنیم. پی سه و صفر ما شما گفته بودیم که مشتق اول یک تابع مساوی با میل منحنی در امون نقطه است. این مشتق اول شما میگیریم وای زبر مساوی است دو اکس منفی یک دوست اینمی خودش میل است اینمی خودش چیست میل است اما در کدام دینی نقطه اینالی این نقطه را قیمت شمی مونیم دو ضربه ای اکس هست ای وای هست ایم از اکس قیمت شمی مونیم دو ضربه سه منفی یک اینال مایل مسئله میشه دو سه شش شش منفی یک پس مایل دو سه عزیز چند برامد مایل منحنی پنج. انشالله که ایران دو سه عزیز ما گرفتن است میشه. کدام مشکل خود پیش نامد سیست دو سه عزیز میتونید یاد داشت کنید دوستا کسایی که علاقه مند است چون سوالات تشریحی هست چون جوابه نیست میتونید که شما رو یاد داشت کنید. طرف سوال دومش سوال دوم دوستای عزیز به این طریق است که یک طریق است که یک تابیس f x مساویس به منفی x مربع
دهی تابع. ببینید چه خواسته شده؟ تغییرات متوسط. تغییرات متوسط در کدام انتروال؟ انتروالش براتون داده چند و چند و سه ده؟ سه و چار. سه و چار این دهی انتروال. ما شما برای تغییرات متوسط یک فرمول داشتیم، یادتون است؟ دلتا وای بر دلتا اکس مساوی بود با یک فرمول بود اف اکس دو، اف اکس دو منفی اف اکس یک در پایان اکس دو منفی اکس یک. یاد تلامت؟ اکس دو منفی چی؟ اکس یک. پس تغییرات متوسط دلتا وای بر دلتا اکس مساوی است با اف اکس دو. اینی دیگه اکس یک اکس دو است دیگه، متوجه سین؟ یک دفعه اکس یک شد میگونی، یک دفعه اکس دو شد. اف چار، اف چار منفی اف سی در پایین چار منفی سی، چار منفی سی از اینجا دلتا وای بر دلتا اکس مساویس با خب اف چار منفی اف سی. اینا رو ببینین که اف چارتان در اینجا در تابعی که بگذاریم منفی اکس مربع است دیگه، درست است؟ منفی یعنی چار مربع، منفی چار چی؟ مربع دوست عزیز نی؟ و منفی منفی سه مربع، منفی چار مربع و منفی منفی سه مربع، منفی چار مربع. بله منفی چار مربع بر چار منفی چی؟ سه که یک میشه دیگه، چار که مربع شده شانزه، منفی منفی سه مربع چند میشه دوست عزیز؟ منفی نو دیگه، منفی نو. از اینجا از شانزه که نو برفت این دوست عزیز تغییرات متوسطتان میشه که افت. خب اینجا یک جنجالک هست که اینی منفی اینی رو باید افس شود دیگه، درست؟ خب که در این صورت باز اینی منفی شانزه بشه، درست؟ سه مربع نو. خب باشیم که باید تا سرش بست کنیم آنه. بله خب سعیز درست دوست عزیز منفی اکس مربع چار ماندیم قیمت منفی چار مربع شد شانزه، منفی منفی سه مربع نو، از شانزه که نو برای چی میشه؟ هفت. خب اینا رو گپ سر عزیز که اینجا اگر ما منفی بگیریم چیز باید مثبت بگیریم دیگه، درست هستیم؟ منفی چار مربع. خب بله بله علیکم السلام بفرمایید. جواب شما منفی هفت برآمده بود. ببینین صحیحه؟ متوجه تخته باشین؟ خواهش میکنم سعی کنین منظور از یا ایسه که این همینجا منفی منفی اکس اکس دیگه چند است؟ چار است، چار مربع، درست؟ منفی منفی سه مربع این تکشیست، درست؟ بریه منفی چار که مربع شما شانزه، سه که مربع شما نو، این منفی نو میشه، سه که مربع شما منفی سه مربع، منفی منفی سه مربع، منفی نو که این منفی هفت هم نمیبره، منفی هفت هم نمیشه، مثل که این سوال جوابش منفی هفت هم نمیبره، درست؟ بازم یک بار دیگه اصلا متوجه شد؟ این از همین قسمت دلتا وای بر دلتا اکس مساویس با اف چار، این همی قیمت هم میمونیم، درست است؟ اف چار یعنی منفی منفی چار، چار چار خود مثبت است دیگه مربع ها، منفی منفی چار، منفی منفی
F منفی C، F منفی C مربع. اینطور این خواهی یک میشه کمش کنی این تکشیز. پس به این ترتیب اگر این جواب باشه خب چهار که مربع شد منفی 16 میشه، درست؟ این 3 که مربع شد 9، این منفی 9 میشه، در این صورت منفی 25 میشه. اگر قرار باشه که همه تک بحث باشه خب خیر سرش فکر میکنیم. بله بله بفرمایید. علیک السلام، بفرمایید. اکس یک مثبت است، منفی سه نیست. تشکر تشکر، یعنی راست گفتی ای مثبت. خب پس به این ترتیب منفی 16 منفی 9 درست، منفی 16 بله بله بفرمایید. علیکم السلام، بفرمایید. شانزده مثبت میشه. خب او خود سیز او خود سیز. خب تشکر، خب تشکر سیز. خب جواب به این ترتیب اف شما میگیره سیز. خب تشکر تشکر، بازم فکر میکنیم سیز. خب دیروزی نه درست بله. خب بریم سر سوال دیگه. سوال دیگه شب بینین دو سیزیز که وقت تمام نشه. خب یک سوال دیگه ما داریم در کتاب با استفاده از خارج قسمت نیوتن. بله بله علیکم السلام، بفرمایید. با خاطر اینکه که منفی خارج اکس مربع است نی؟ خوب سرش فکر میکنیم. خیر خیر است، با جواب است میکنیم، هیچ گپی نیست، درست است؟ خوبه خوب است، تشکر. خب ببینید دوستان عزیز، سوال دیگه با استفاده از خارج قسمت نیوتن شما اف ایکس مساوی با دو رو پیدا کنید. بله بله علیک السلام، بفرمایید. درست است. خب این میگه اگه اختلاف است بین شاگردان، یکیشان هفت میگه یکیشان منفی هفت میگه، خب جواب منفی هفت میبره. تشکر سیز. بازی تو یک کار نمیشه که منفی خارج از اکس مربع است نی؟ تشکر. خب سیز بریم سر سوال دیگهش دوستای عزیز که با استفاده، متاسفانه وقت تمام شد، وقت بعد از او باز ما و شما در پروگرام سوال و جواب هم دیگر خواهد دیدیم و ادامه میتیم باز به پروگرام صحیح. بله علیک السلام، بفرم شکر فرم خواهد. بله
یعنی منظور شما جوابتون چند مرده؟ یعنی منظورتون افت مبره جوابش؟ منفی افت یا؟ خواه صحیح درست؟ صحیح تشکر خواهش بکنم. خب دوستای عزیز، از این که علاقمندی و اشتیاق زیاد است در سوال و جواب، یک به هم ریختگی در پروگرام ما ایجاد شد که معذرت ما را قبول کنیم و آن در دقایق سوال و جواب با شما عزیز هستیم و بفرمایید مشکلی که در رابطه با درس امروز داشته باشین از ما پرسان کنید. منتظر سوالاتتان هستیم دوست عزیز. متوجه تخته باشین؟ متوجه تخته، خواهش میکنم. خب این سوال شاگرد عزیز ما خواستن که الکلین با استفاده از خارج قسمت نیوتن دو ساید است. ما شما فرمول اتب داشتیم برای خارج قسمت نیوتن، F زبر X مساوی بود با لیمت، یاد سال هست؟ لیمت F X جمع H، متوجه هستی؟ منفی F X بر H زمانی که H به طرف صفر تقرب. این خارج قسمت نیوتن درست؟ مساویس با لیمت ادامه دیگر تابعیتان چی بود دوست عزیز؟ F X مساوی با 2، f x مساوی با 2 درست است؟ خب پس چی نشته میکنیم دوستان عزیز؟ نشته میکنیم که 2 ضرب x جمع h، x جمع h منفی f 2 درست در پایین h زمانی که H به طرف صفر تقرب H به طرف صفر، از اینجا مساوی است. ضرب کنین 2 ضرب X 2 X، 2 ضرب H 2 H منفی F 2. F 2 ما چی بود دوست عزیز؟ F 2 ما 2 X دیگه، از سوال 2 X بود، F X 2 X میتونیم نشه کنیم اینجا 2 X درست؟ در پایین بر H لیمتش که H به طرف چی تقرب کنه؟ صفر. خب به اینجا ای امریزی خلاص. پس لیمت 2H بر H زمانی که H به طرف صفر تقرب کنه، ای امریزی خلاص میشه لیمت 2 زمانی که H به طرف صفر تقرب کنه، عدد ثابت و هر چی که متوالی تقرب کنه خودش، یعنی جواب 2. اشاره که شاگرد عزیز ما خارج قسمت نیوتن یادشان آمده باشه و سوالی را که حل کردیم فهمیده باشه. خب دوستان عزیز بازم مشکل
Vale. Vale. اینمی جا میتونین ایواز اف اکس راسان دو اکس نشد باشین کاسان شد دو اکس راسان چرا؟ که اف اکس جا بش دو اکس آسانک دوستو عزیز دیگه کدوم مشکل اگر باشه پرسان کنین آها سوال اول همین مشتق زمینی رو میگن نی؟ خب این رو برطور مشتق؟ سه سوال اولش تکراری نیستی؟ یک دفعه میره هر کده بودیم برطور خب سه برطور نرش میکنم هیچ گفت نیست خواهش خب صفحه 76 مشتقات زمینی فصل بله بله علیک السلام بفرمایید بفرمایید تشکر شد زنده باشد براتون بخیر آن چون وقت بسیار کم است یک دقیقه است و یک سوال هم از یک شاگرد عزیز خود دریافت کردیم که امور جوابش رو بگویم خیلی ساعت دیگه با سرش بحث میکنیم درست است؟ هیچ خواهش میکنم هیچ گپ نیست خواهش میکنم سلام علیکم سلام خب مشتق زمینی یک سوال از یک شاگرد عزیز ما دریافت کردیم باش که من این سفر متاسفانه گم کردم خب که امی مشتق زمینی رو براتون حل میکنه خب دوست عزیز X متوجه باشین که امی رو براتون حل کنیم مثل که امی سوال است X X Y درست است X sin Y X sin Y اما ترسته جمع Y کوساین X جمع Y کوساین X مساویس با 5 متوجه هستین؟ خب ما گفتیم اگر برای X مشتق بگیریم این را ثابت فکر کنه انشاءالله فهمیدیم تو سید نیست اگر مشتق میگیریم برای X این را تنشه میکنیم X ساین Y ساین Y جمع جمع با معذرت اگر برای F زبر X میخواییم مشتق بگیریم برای F زبر X ساین Y ساین Y متوجه سین برای F زبر X ساین Y ساین Y متوجه سین جمع Y مابین قوس منفی ساین X اگر برای تو مشتق اگر F زبر برای Y مشتق میگرفتیم مساویس و X کوساین Y متوجه هستین X کوساین Y جمع کوساین X خب
باز وای زبر وای زبر وای زبر اکس اگر مشتق میگرفتیم باز ایتو بود که اف زبر اکس بر اف زبر وای مساویس و مساویس و راسن ساین وای ساین وای منفی وای ساین اکس وای ساین اکس در پایان اکس کوساین وای اکس کوساین وای جمع کوساین اکس و بالاخره مساوی با وای ساین اکس وای ساین اکس متوجه هستین منفی ساین وای در پایینشان اکس کوساین وای اکس کوساین وای جمع کوساین اکس این دوستای عزیز همی سوالتان که انشاءالله دریافت کردین والو بارتون بر یک دقیقه میمونیم شما باز میتونین از روی تخته یادداشت کنین تشکر از توجهتان وقت ما تمام تا ساعت دیگه که در خدمتم قرار بگیم شما را به خداوند یکتایی بی همتا بسپارم.